میگه سلام، فقط با یه کلام میبونه میشم دوستو، نمیبینه چشام، میلرز صدا. ببخشید گلم، من ناخسته شنیدم شما میخوایی عمل زنونه بکنین، چیز میزتون رو ببندین؟ باز ببخشید من ناخسته دارم دخالت میکنم، دست خودم نیست. شما از شوهرت اجازه گرفتی؟ معلومه دیگه بعد از شوهرت اجازه بگیری دیگه، اینو همه میدونن. گوش میدی شما؟ بله من حالا گفتن نداره، حمله بر خود ستایی نباشه، ولی من تخصص در امور زنان دارم. اگه دقت کرده باشین من یه تابلو هم زدم اونجا. آره عزیزم دیدین که یه تابلو زدم اونجا، زدم دارای برد تخصصی زنان، چون به هر حال ما دستمون تو کار زن است دیگه. من یه عمر همش دستم تو کله زنا بوده، این صداشم تو گوشم بوده. من تخصص زنا نداشته باشم کی داشته باشه؟ این مامورم حالا میاد هی میکنه نمیفهمه دیگه، من که نمیتونم برای نفهمایی توضیح بدم. آره خلاصه شما از من بپرس، شما اصلا اجازه ندارین خانوما که دست به ابزار فرزندآوریتون بزنید بدون اجازه شوهر. بی صاحب که نیست، صاحب داره. اتفاقا همین زنداداش من که من نمیدونم چرا گلچین روزگار این یکی رو نمیچینه، چند وقت پیش افتاده بود به ادا بازی. دیدی که این زنا خیلی ادا دارن دیگه، خودمون زنی میدونیم دیگه. چم یه روز پوست ناخونم نمیدونم زرد شده، یه روز دیگه پشت چشمم خشکی زده، یه جا نمیدونم پشت دستم چی شده، اینا همش ادا بازی دیگه. اینا شروع کرده به ادا بازی که من سرطان رحم گرفتم دیگه. زنی که شروع کرده بود به شلوغ بازی که من باید رحممو در بیارم و نمیدونم از این حرفا، داداش منم اصلا اجازه نمیده. خب مگه میشه که داداش من خیلی عشق بچه است، صاحب داره، نمیتونی که برداری. بعد از اون اونورم خب میدونی خانواده ما دوست داره که نسلش انتشار پیدا کنه، به هر حال جامعه به امثال ما نیاز داره. بعد حالا ما بدبختیم که انتشار نسلمون افتاده دست این هارخان دیگه. خدا رو شکر، خدا رو شکر بیمارستانم پشت ما بود. بهش گفتن تا شوهرت امضا نکنه ما دست به تو نمیزنیم. خب ببین من به شما میگم علمتون رو ببرید بالا به خاطر همینه دیگه. ببین الان اونا که تو بیمارستانن علمشون از همه شما بیشتره، اونا تشخیص دادن، اونا دیگه بنبست علمن دیگه، اونا تشخیص دادن. بعد شماها من نمیدونم چرا هار بازی در میارید. ببین اونام گفتن دیگه الان همه میدونن، درسته که اعضای بدن توی توئه ولی مال تو نیست که، سندش به نام شما نیست، استیجاری عزیزم. شما باید قبول بکنین که روح شما توی این بدن مستاجره. بعد کدوم مستاجر پررویی برمیداره بی اجازه خودش دیواره خونه رو میکوبه یا چنم لوله کشای خونه رو میبنده؟ نداریم که. منتهی عروسه هول برش داشته، حالا فکر می‌کنم مثلا رحمشو الان در بیاره تو حرج کریستی مثلا رو هوا میزنن. اتفاقا رفتم من باهاش صحبت کردم، گفتم که گل ناز داداشم، ببین من اگه جات بودم میرفتم اسم شوهرمو تو کمپین صاحب خانه خوب میدادم، ازش تقدیر میکردم به جای این کارا. والا به خدا داداش من انقدر به فکر این زنه، هر شب این داداش من یعنی ما علاقه نانو میده به این زنه که چه میدونم این نفخ و باد و اینا همه خارج و سرطانم باش بیاد بیرون، الکی شلوغش کرده. بعد از اون ور داداش بیچاره منم بی بچه نشه. والا ما هر تیکم و مال یه نفر بود، اصلا هم از این اداها نداشتیم. همین بابای من اتفاقا ابروام مال بابام بود، دست میبردم یه تاره بو میکندم بابام کبودم میکرد. به خاطر همین منم خب مال مردم خور نیستم که یه ابرو کم میشد میرفتم یه تیکه مو برمیداشتم میچسبوندم اینجا که بابام ناراحت نشه، اینقدر مراقب بودم. قلم پامم که برای داداش بزرگمه که مثلا اگه یه وقتی بیرون منو با پسری چیزی دید راحت بتونه بشکونتش. خب به هر حال مال خودشه، دوست داره بشکونه، ما نمیتونیم جلوشو بگیریم که. مجیدمونم که یه تیکه چربی گوسفند برمیداره میماله به لباس من، میگه دوست ندارم کسی بیاد طرف. ببین بوی منم صاحب داره، بعد این میخواد یه تیکه خودشو بکنه بندازه دور بی اجازه شوهرش، شلوغش هم میکنه. خب الان داداش منم روموده اجازه نیست، نمیخواد اجازه بده، نمیتونیم که ما بهش فشار بیاریم. حالا تو هی بیا بگو داره پیشرفت میکنه بیماریم، خب پیشرفت بکنه. شما که تو بقیه جاها یقه ما رو جر داده میخوام پیشرفت بکنم، اینجا رو بگیرم اونجا رو بگیرم، بیا داری پیشرفت میکنی دیگه، چرا قور میزنی؟ واقعا مردم بیفکر شدن. چون ببین اینو من نمیگم، قانون داره میگه شما نمیتونی خودتو نازا بکنی. بعد مرد چه غلطی بکنه؟ حالا اون هر موقع خودش تشخیص داد میره وازکتومی میکنه، اصلا هم نیازی نیست شما خودتون درگیر بکنی، اصلا به اجازت نیازی نداره. راحت بشین تو خونه این بوت سریالتو ببین، شوهرت میره خودش کاراشو میکنه میاد. نهایت حالا اگه به حقوق زنانت بر نمیخوره یه کاچی بر شوهرت درست کن.
نمیمیری.